با شما هستیم در بخش حال شما و امروز در رابطه با میکروب معده یا اچ پایلوری صحبت می داشته باشیم. اگر شما سوالی دارین میتونین تماس بگیرین، 86-56 در اختیار شما هست و مهمان ما هم دکتر فردین فضل هستن که دعوتشان کردیم. سلام با شما، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام و خدمت شما، صبح شما و صبح بینایتون بخیر. امیدوار هستم که صبح قشنگ و آغاز برای یک روز پر انرژی و یک روز پر نشاط برای همه ما و شما باشه. بسیار زیاد تشکر جناب فضل صاحب. باید گفت که متخصص طب فامیلی هستن و هفته های گذشته هم در رابطه با طب فامیلی یا دکتر فامیلی صحبت هایی داشتیم. جناب دکتر صاحب، در رابطه با میکروب معده صحبت میکنیم و در نخست یک روشنی بندازیم. میکروب معده به اصطلاح عامیانه چرک معده، میکروب با مورخ همی که شاید دوستا در مکتب خونده باشن، یک موجود ذره‌بینی زنده است که با چشم دیده نمیشه. و میکروب معده اصلا نامی که داره، نام طبی از او اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری است و ای به اصطلاح عوام چرک معده شناسه شده. این میکروب محل بوده باشش معده انسان است، یعنی در معده انسان رشد میکنه، تکثر میکنه و همیجا امرار معاش میکنه. این میکروب با وجودی که در طبیعت در طول تاریخ حیات بشر وجود داشت، یعنی شاید قدیمترین میکروب و صمیمیترین میکروب در طول تاریخ حیات بشر بوده باشه، تا حال شناسایی نشده که بجز از انسان در دیگه حیوانات هم دیده شده یا نشده. فقط مطالعات نچندان معتبر وجود داره که شاید میکروب در نزد پشکا و در نزد مواشی مانند گوسفند و گوساله و گاو این چیزا دیده شده، او هم به خاطر از اینکه واقعات از این بیشتر پیش چوپانا دیده شده، به او خاطر تو حدس میزنن که شاید بجز از انسان در این حیوانات دیگه هم وجود داشته باشه. ما اکثرا دیدیم و شنیدیم که افرادی که دچار اچ پایلوری یا میکروب معده هستن اینطور همیشه میگن که ما مثلا میکروب معده داریم، ما جور نمیشه، ما قدر پیش دکتر رفتیم فایده نکرد. باز هم تو پیش خود یگان پرهیز هایی را گرفتن و همو پروسه تداوی را قطع کردن. آیا 100% میکروب معده تداوی برش وجود داره که کاملا از بین بره، یا اینطور دوامدار باید تداویش صورت بگیره و امکان داره که باقی بمانه؟ میکروب معده واقعا در شرایط حاضر یک معضل است. طبق آماری که سازمان صحی جهان و دیگر نهادهای پژوهشی گرفتن، تقریبا 2/3 جمعیت جهان دچار از این میکروب است. یعنی اگر ما جمعیت جهان 7 میلیارد تخمین بزنیم، شاید حدود 4.5 تا 5 میلیارد مردم دچار این میکروب باشه. و این میکروب خوشبختانه قابل تداوی است. شاید یک مفکوره غلط پیش مردم باشه که قابل تداوی نیست. رژیم غذایی خاصی برای تداوی از وجود داره. اگر دستورالعمل های دکتر مریض درست عملی بکنه و از او درست پیروی بکنه، دوای خود منظم بگیره، مطمئنن که قابل تداوی است و از بین میره. بله، نابود میشه. جناب دکتر صاحب فضل، میخوام در رابطه با علت ها و عوامل از این بدانیم که چی سبب به وجود آمدن میکروب معده میشه. امور رقمی که گفتم که این قدیمی ترین میکروب در طول تاریخ بشر بوده، اما تال شناسایی نشده که منبع از ای از کجا هست. اما از او جایی که ای بیشتر در کشورهای جهان سوم و کشورهای فقیر معمول است، شاید شرایط بهداشت فردی و اجتماعی و سطح زندگی در این نقش و تاثیر داشته باشه. مثلا کلانترین منبع زیرا میگن که آب آلوده است. اگر اجازه بتین بریم به طرف یک تماس پرسشی از یک هموطن ما، دوباره برمیگردیم. خوب است؟ سلام، صبحتان بخیر. بله، سلام محترم. سلام، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام بیجان، سلام خدمت شما و دکتر صاحب محترم. یک سوال داشتم. همکارا اگر صدا را اینجا بر ما در داخل استودیو بتین. خب بفرمایید. بفرمایید. بسیار دوست نباشین دکتر صاحب محترم، من صابای میدیم جوش میکنم، میدیم اصلا و چندی بار پیش دکترم مراجعه کردیم و لابراتوار شدیم، اچ پایلوری مثبت نشان داد. درست. بله. دیگر تا فی الحال بسیار زیاد از نگاهی جوش میده، بسیار زیاد و همچنان درد میده دارم. بله. دیگر تا فی الحال هیچ محل نشده. اگر لطف کنید نمی رابطه صحبت کنید. انشالله. نامتان چی است؟ از کجا تماس گرفتید؟ ساحل از ولایت پروان. ساحل جان. بسیار تشکر ساحل. خب دکتر صاحب بفرمایید. اول با مو سوال شما برمیگردیم به جوابش که منبع اچ پایلوری اکثرا
آبای آلوده است و این زیادتر در کشورهای جهان سوم به خاطر از اینکه سیستم فاضلاب مناسب نداریم، سیستم مناسب تخلیه فاضلاب اصلا وجود ندارد، به او خاطر زیاد معمول است و این ثروتش از یک فرد به دیگر فرد امکان دارد. کسایی که در فامیلای بسیار مزدحم و پر جمعیت زندگی میکنند، در منازل بسیار بزرگ زندگی میکنند، در کاغوشای عسکری هستند، در خوابگاه های دانشگاه ها هستند، پیش این مردم زیاد معمول است و از ظروف مشترک استفاده میکنند، از جای خواب مشترک استفاده میکنند، چون طریق سرایت ازی از طریق لابدان و از طریق مواد غایتا و ایجا است. به او ارتباط یعنی چانس مبتلا شدن و دچار شدن به اچپالوری پیش از اونها بیشتر است. و ای که اچپالوری چی مشکل ایجاد میکنه، قسمی که برادر تماس گرفته بودن، اچپالوری امکان داره که در بسیاری از مردم اصلا هیچ مشکل جوار نکنه. همین رقمی گفتم که شاید 5 میلیارد مردم دنیا اچپالوری داشته باشه، تمام از این اعراض علائم ندارن، مخفی باشه و شاید مریض یا موفر تمام عمر بدون با اچپالوری بدون کدام مرض زندگی بکنه و با اچپالوری بمیره و کس سرش خبر نشه. اما در یک تعداد امکان داره که یک سلسله مشکلات ایجاد بکنه و اولین علت زخم میده و از زخم اصلا ناشر یا شروعی روده کوچک همی اچپالوری است و یه علائم زخم و التهاب میده، مریض درد قسمت بالایی میده خودش شکایت میکنه که درد وصف سوزشی یا یک درد گنگ است که به طرف پشت انتشار میکنه. همزمان با این امکان داره مریض از زود سیر شدن حکایت بکنه، مریض از دمش شکم، از باد شکم، از نفخ و باد حکایت بکنه، از سوی آزمه شکایت بکنه. و این تشخیصش چه رقم میشه؟ تشخیص عموما مشکلی که ما داریم و هموطنان ما دارن و حتی هم مسلکای ما دارن، اکثرا بعضی شرایط در تشخیص این مرض و این میکروب در نظر نمیگیرن. مریضی که در 4 هفته گذشته یا 1 ماه گذشته دوای ضد میکروب گرفته باشه و یا در 1 یا 2 هفته گذشته دوای ضد اسید معده گرفته باشه، در این صورت والا اگر معاینات بکنیم شاید نتیجه معاینات درست نیاید. صحیح است، یعنی اون نتیجه که مثبت یا منفی میاد این مثبت حقیقی و منفی حقیقی نیست. امکان داره مریض میکروب داشته باشه نتیجهش منفی باشه، یا امکان داره مریض میکروب نداشته باشه نتیجهش مثبت بیاد. درست است و تشخیص از این بسیار ساده است، خوشبختانه در افغانستان امکان پذیر است. این تشخیص ازی اکثرا توسط یک معاینه ساده مواد غایطه و یک معاینه دیگه است که به نام یوریا بریت تست یا تست تنفسی یوریا است که برای مریض یک معاینه مخصوص داده میشه، مریض را مینوشه و بعد از او باز دوباره نفس خود در کیسه مخصوص که از بیرون میکنن و بعد از او باز بعضی شرایط خاص هم و لابران در نظر گرفته تشخیص میمانه که مریض مشکل داره یا نداره. باز تشخیص های پیشرفته ایش که مریض نیاز به اندسکوپی پیدا بکنه و یا ای که ضرورت به کلچر یا کشت محتوی میده یا نزج میده و حتی اگر ضرورت باشه یک پارچه از میده بعد از اندسکوپی گرفته شد و برای معاینات فرستاده شد. دکتر صاحب، در بین فامیل های افغان بسیار یک گپ معمولی و عادی است که مثلا از گلاس های مشترک، قاشق های مشترک و بشقاب و بقیه ظروفی که در خانه است مشترک استفاده میکنن یا از غذاهایی که در روی کراچی ها فروخته میشه. آیا اینا هم میتونن منبع بسیار خوب به خاطر انتقال این میکروب باشه یا خیر؟ بله، نکته خیلی خوب رو اشاره کردین. من گفتم که کلانترین عامل میتونه همی مراعات نکردن شرایط بهداشت فردی باشه و با مو خاطرم در فامیلایی که مشترک زندگی میکنن تعداد مثلا در 20 نفر در یک فامیل زندگی میکنن، معلوم دار است که ظروفشان، لباسشان، جای خوابشان مشترک است. درست است و این خودش کلانترین عامل است. و دومی که این کراچی ها یا دکان ها یا رستوران هایی که در روی سرک است برای مردم غذا آماده میکنن، خود از این میتونه کلان نقش در سرایت اچپالوری بازی کنه، به خاطر که شرایطی که لازم است در نظر گرفتن نمیشه و با در هوا میبینیم چقدر آلودگی وجود داره، ذرات خاک وجود داره، خب قطعا که روی همون موادی که استفاده میکنه میشینه. دقیقا نیره نمیفهم که آیا میکروب اچپالوری با شکل کیست میتونه که در هوا منتشر شد و بعد از طریق تنفس، اما همی که یک ظرف ملوث با یک مواد غایطه میشه یا مثلا ملوث با محتوی مایاتی از یک مریض میشه، مطمئنا در انتقال مرض نقش داره. و چیزی که بسیار مهم است و خواهی ازی خیلی مهم است،
اگر در یک فامیل یک کسی مشکل داره، مشکل اچپالیری داره، به خاطر وقایه خوب است که خودش زودتر تداوی بکنه. یعنی این خطر است برای تمام مردم دیگه. امکان داره که دیگه اعضای فامیل از این اچپالیری بگیرن. و اگر دیگه شرایط فردی را باید، افنسه فردی را باید در نظر بگیرن، آب پاک استفاده بکنن، ظروف پاک استفاده بکنن، بیشتر همیشه باید دستای خود با صابون بشوین، قبل از غذا خوردن، بعد از تشنب رفتن و ایگه پا برای کودکای خود یاد بتن. چون در خیلی هم سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب فردین فضل، متخصص طب فامیلی. فقط یک نکته در قسمت تداویش میخوایم بکنیم، فرصت ما اندک است. تداوی از این امکان پذیر است، دو هفته دوا ضرورت است. مریض ما یک ترکیبی از دوا میتیم، دو دوا که یکی دوایی است که به خاطر کشتن میکروب میتیم و یک دوایی که تیزاب معده را ما میخوایم کم بسازیم. اکثر مریض ها عوارض جانبی دوا را تحمل نمیتونن، خوب از دوا را بخورن، ان شاء الله مشکل برشان جور نمیکنن، قابل تداوی است. بخیر باشین. وقت فرمی گیریم.